سلام عرض میکنم. طبق آمار وزارت بهداشت در ایران کسانی که روزانه و به طور دائم مواد مخدر مصرف میکنن تعدادشون بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 200 هزار نفره. بعضی هم روزانه مصرف نمیکنن چون روزا گرفتارن، شبا مصرف میکنن. بعضی هم یه روز در میون مصرف میکنن. بعضی هم کلن تو کمپن اصلا نمیتونن مصرف کنن. بعضی هم هر روز مصرف میکنن، روزا و شبها مصرف میکنن، ولی دلیلی نمیبینن که به مامور آمار اطلاعات صحیح بدن. به گفته دیرینه شناسان، اعتیاد بشر به مواد مخدر از عصر آتش آغاز شد. دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند اولین دلیل اعتیاد بشر نزاع خانوادگی بود. و دومین دلیل اعتیاد بشر رفیق ناباب بود. Yeah.
بچه بری بری بچه با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. همانطور که امروز در اخبار شنیده اید، صبح امروز تعدادی از پزشکان، مهندسین، ورزشکاران، هنرمندان، تجار و بازاریان کشور با تجمع در مقابل این وزارتخانه اعتراض خود را نسبت به چهره مخدوش معتادین اعلام کردند. تا کی باید در فیلم‌ها و سریال‌ها فرد معتاد رو فرد ضعیف، مریض و عمدن فقیر نشون بده؟ شما به این جمعیت نگاه کنید، همگی سالم و قبراخ هستیم. توی ما بازیگر هست، خواننده هست، تاجر هست، همه چی هست. شکر خدا همه هم دارای اعتیاد هستن. کدوم از ماها شبیه یکی از معتادای داخل فیلم‌ها و سریال‌های شما هستیم؟ این همه مهندس، این همه پزشک، این همه تاجر، هر کسی هم اعتیاد خودشو داره. مشکل اینه که ما سندیکا و سنف خودمون رو نداریم، تریبون خودمون رو نداریم، روزنامه خودمون رو نداریم، در اصل هیچی نداریم. این بود حقوق شهروندی؟ این بود جامعه مدنی؟ معتاد رو دزد نشون میدن، معتاد رو بیغیرت نشون میدن، معتاد رو مریض و مفلوک نشون میدن. چرا؟ چرا معتاد و خوب و موفق جامعه رو نشون نمیدی؟ چرا مدیران معتاد رو نشون نمیدی؟ بهترین فیلم این سینما رو کدوم معتاد نساخته؟ چند درصد از اقتصاد ما رو معتادین میگردونن؟ الان خواسته شما از مسئولین چیه؟ با پوزش از ساحت شریف معتادین، میخواستم بگم که اول از همه جبران خسارات وارده و دوم گماشتن یک فرد معتاد به عنوان مشاور در کلیه فیلم ها و سریال. بنده از مسئولین محترم خواهش میکنم یک بار هم که شده تشریف بیارن، یه چای نبات با ما بزنن، به درد و دل ما گوش بدن، بعد برن سریال بسازن. فریبا سیرجانی حاذق در شهر تهران. آره من ترک کردم، آره من تونستم. آی دوست، دوست کیف همو زدن، دوست بایستا ریزش نیرو 700 نفر رو کش، ریزش نیرو 700 نفر رو کش، 700 نفر رو در یک اداره از کارمندان و کش. 15 بچه دارم، 15 بچه دارم، 4 همسر، امشب شام ندارم بخورم، پول 19 تا ساندویچه به من بده، این بچه هم کشت نمونم، وای امشب شام ندارم بخورم، شام ندارم. تصادف جاده ای، تصادف جاده ای، باز حادثه آفرین، باز حادثه آفرین. 17 تا اتوبوس با 35 تا کامیون تصادف کردن، 200 نفر کشته شدن. علت نقص هزار تومن ایمان، 19 سال آهنه کشته ایمان.
تومنی و 19 تن مال ایران دارید. ساندویچ نمیدن دارید. تورم دارید. تورم 3 میلیون از هموطنان رو پاره کرد. قطره پرونده دیدی چقدر شده؟ دست شما در نکنه. تو چرا همیشه این نشد بازه؟ من اسا ادب نباشه، من اینجوری هم دست خودم نیست. یعنی مادرزادی این شکلی بودی؟ نه مادرزادی که نه، من یه روز تو خونه نشسته بودم داشتم مطالعه میکردم، بعد بچه ها اومدن گفتن که بریم گل بزنیم. من از اولی فکر کردم میخوایم بریم توی زمین گل بزنیم، نگو قراره بریم توی زیر زمین گل بکشیم. بعد دیگه جاتون خالی رفتیم نشستیم و یکام دوکام دیوید بکام، بعدش هم دیگه افتادیم به شادی بعد گل. پس معتادم بودی؟ نه اصلا معتاد نبودم. ما روزی 3 بار تفریق گل میزدیم، بعدش هم دیگه انقدر شادی بعد گل میکردیم این مورای فکم جا به جا شد، دیگه همینجوری هپی فیس در خدمت شما. پس یه اکیپ دوستین که همه همینجوری نیشتون بازه؟ نه دیگه، اون اکیپ متاسفانه اصلا پاشید، خیلی حیف شد. چرا اصلا پاشید؟ ببین ما 5 نفر بودیم، من، اسی اجدر، کامی دماغ، فریگولاخ و اشکان شیلنگ، هر کی زد توی یه شاخه ای. اسی سنتی کار بود. یعنی چی با؟ تل میزد دیگه، نه از این ترکش های دماغ و مفنگی ها، نه مایدار، تغذیه مناسب، میوه خور روپا. اصلا شما میدیدیش بگیری که قهرمان المپیکه. کجا نیشون الان؟ از تو جوبای جوادیه جمعش کردن، تفری بد آورد زیر پل گیر کرده بود، با بیل زدن اومد بیرون، رفتیم خاکش کردیم. خدایا دستشون درد نکنه. قربونشون شد. این 4 تا کامی دماغ که دید اسی اینجوری شده زد تو کار مواد صنعتی، انقدر مواد زد مواد نشست رو مخش، رفت آخرش 2 نفر رو کش، میگفت مزاحم خانومش شده بودن. والا واقعا مزاحم شده بودن؟ خدا به من زن نداشت اصلا. شد این 3 نفر. بله. فری زده بود تو کار قرص دیگه، قرص مینداخت بالا تا صبح برجه برجه میکرد. اونم مرد؟ نه اون ردیفه، الان توی یه دونه تیمارستان مرتب بستریش کردن، لذتشو میبره. فقط تفری آخر هفته فاز مگس برمیداره 48 ساعت تو مسترا میمونه، اون بخشش یه خورده دشواره تو دیوار. 2 نفر موندی. بله. ببینید اشکان یه حالتی بود خیلی خاص بود، با بقیه فرق میکرد، زد تو کار چرک، 6 ماه نشده فوت شد رفت. جاتون قاری تو بهزرا بالای سر میت بودیم، زدیم کنار، این
پاچه هر گرفتی زدیم کنار، یه 4-5 سیبیل مونده بود، یه زیر شلواری را را ازش. و تو چه افتخاری آفریدی این وسط؟ من پاچه پاچم، من دیگه میدونین گفتم یه سری افراد دارن با سوداگری پولای آنچنانی در میارن، ضررشون وقت ما جوونا باید پس بدیم خوب نیست. آفرین. برای همین من زدم تو کار سوداگری. یعنی مواد مخدر میدید دست جوانای مردم؟ نه، من مدیریت میکردم، 4-5 تا پیک موتوری داشتم، اونا پخش میکرد. شما باید اون 4-5 تا پیک موتوری رو بگیرین. تو خجالت نمیکشی؟ نه، من وجدانم راحته، من جنس خوب دادم دست مردم، مهمونیاشون رو گرم کردم، اعصابشون رو شاد کردم، ریلکسشون کردم. من برای چی خجالت بکشم؟ باشه برو گم شو بیرون. چشم. من یه سوالی تو ذهنم هست از اون اول، میتونم اینو از شما بپرسم بعد گم شم؟ شما قیافتون اینجوریه یا شکلک در میاری؟ برو گم شو بیرون. چشم چشم چشم. خود قیافت. دایی واسه چی اینجا بایستدی؟ سلام علیکم، بفهم منتظر آژانس. آژانس؟ بله بله. میخوای چیز بهتر از آژانس بهت بدم؟ چی مثلا؟ ببینی چیز بهت بیدم، بزنی تا آژانس بیاد همجوری کرکر خنده حال کنی. آژانس که میاد این لیموزین بزرگ میبینی، کلن همه چی رو کش بیاره صفا. نه آقا جون، دست درد نکنه، من این کارو نیستم. نیستی؟ نه. میخوای چیز دیگه بهت بدم؟ بزنی ببین، یه پکه بزنی عمل قلب بازی تو اصلا نمیفهمی، همجوری قلبت یاد نه برادر من، من این کارو نیستم. بفرمایید، خواهش می‌کنم، بفرمایید. باشه داش، من همین دورو برم. باش داش، واسه اینجا وایسادی؟ من منتظر آژانس. به قیافت بخوره که دانشجو باشی. بله بله. چه رشته ای؟ معماری. معماری. ببین میخوای یه چیزی بدم با پایپ رایگان بکشی، امتحان استتیک و مقاومت مسالت نمرت بشه 25؟ نه خیلی ممنون. نمیخوای؟ نه. ببین یه چیزی بهت میدم میخوری، از ترم 2 میپری میده ترم 7. بدم نه آقا، دست درد نکن. بفرم آقا، بفرم. ای خواستیم اونجا آیستاده. بله بری که چه اینجا آیستاده؟ من منتظر آژانسم. چند سالته؟ 28. یه چیزی دارم بهت میدم، میخوری مایه هست، 10 سالش میپره میشه 18 سال. بخوای بهت بدم؟ نه عزیزم، اصلا اشتباه گرفتین، من کاره نیستم. بفرمید، خواهش میکنم. اونو ولش کن، اونو نمیخوای سنت بپایین، ولش کن. یه چیزی که بهت میدم مایه هست، میزی تو شربت آب لیمو به هم میزنی، یه قلوب بخوری ویشت کنه دریای خزری رامسر، یه پرس کت کباب همینجوری رایگان باشه همراه باشه میدیم. بدم بدم. با نام خدا و با عرض سلام، اخبار این ساعت را به سمع و نظر شما میرسانم. فشار شهر تهران افتاد. صبح امروز در جریان مراسم باشکوه امها و معدوم کردن بیش از 1 تن مواد مخدر در مرکز شهر تهران، 350 نفر دچار تنگی نفس، 700 نفر دچار سوختگی حاد و 112 هزار نفر بخوری شدند. امروز بسیاری از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر در تهران به شدت گریستند. این در حالی است که کشورهای غربی سالهاست که به بهانه تولید دارو از سوزاندن مواد مخدرشان سر باز می‌زنند. ظهر امروز جمعی از قاچاقچیان کشورمان در میان اشک شوق معتادین به آغوش پارک‌های تهران بازگشتند. این قاچاقچیان در حالی پس از تحمل حبس‌های خود به دامان جامعه باز می‌گردند که کشورهای غربی سال‌هاست درهای جامعه را به روی سوداگران مرگ خود باز گذاشتند. رکورد جهانی زدن بیشترین ضربه هد بدون توپ توسط یک جوان ایرانی شکسته شد.
در جریان دستگیری 353 نفر در یک مهمانی شبانه، یک دستگیر شده 19 ساله تا 48 ساعت پس از بازداشت بدون توپ، بدون موزیک و بدون چشم داشت بیوقفه هد زده است. ماموران آتش نشانی ساعتی پیش به زحمت توانستند وی را از فاز مهمانی خارج کنند. این جوان با استعداد به طور میانگین در هر دقیقه 400 بار هد زده است. وی هم اکنون با پشت سر گذاشتن عمل موفق پیوند قطع نخاع در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شود. این در حالی است که جوانان غربی پس از دستگیری در مهمانی‌های شبانه حد اکثر بالا می‌آورند. ایران دارای بیشترین مرکز ترک اعتیاد در میان کشورهای خاورمیانه و اسکاندیناوی است. معاون پیشگیری و بهره‌وری از معتادین وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود، همکنون مراکز ترک اعتیاد بیشترین مراجعه را در طول روز دارند. بر طبق آمار، هر معتاد ایرانی به طور میانگین 703 بار ترک می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده پشتکار معتادین است. لازم به ذکر است که در کشورهای غربی معتادین هرگز به مراکز ترک اعتیاد مراجعه نمی کند. و خبر آخرین که رویش گل در همدان باعث کشته شدن 3 قاچاقچی و دستگیری بقیه این سوداگران شد. این گلهای خشخاش در مزرعه‌ای به وسعت 1 هکتار کشت شد که با هوشیاری مردم و مسئولین با خاک یکسان شد. همدان یکی از شهرهای تاریخی ایران بوده و در کشورهای غربی شهری به نام همدان وجود ندارد. این بود اخبار امشب. تا بخش بعدی خبر، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار. شما بگید. نه شما بگید. نه شما بگید. راستش من دنبال یه زندگی آرومم. دوست دارم با هم ورزش کنیم، میوه بخوریم، سبزیجات بخوریم، سبزیجات بخارپز. دیگه یه زندگی آروم و پر از عشق و محبت و اینجوری داشته باشیم دیگه. با شما کاملا موافقم. اهل دود و دم که نیستین. به هیچ عنوان. یعنی تا حالا لب نزدین؟ نه ببینید، من تا حالا نه به سیگار نه به قلیون حتی یه پکم نزدم. ببخشید، آخه این قضیه خیلی برای من مهمه. برای منم همینطور. خب شما بگین. راستش من توی خانواده مرفه بزرگ شدم. اصلا نمیتونم مستاجری رو تحمل کنم. طرفم باید خونه داشته باشه، خیلی بزرگ باشه، توی محله خوب. الان که یه خورده فکر میکنم میبینم که راستشو بخوای من 17 سالم بود یه پک به سیگار زدم. یه پک چیزی نیست. در مورد مهریم باید بگم ما خانوادگی مهریمون بالاست به تعداد تاریخ تولد. من یه مدتی روزی یه پاکت سیگار میکشیدم، بعد گهگوداری سیگاری هم میزدم، حتی دوستان به این میگفتن حشیشی. الان مهمه که سالمین. در مورد جهیزی هم باید بگم ما رسم نداریم جهیزیه بدیم، پای داماده. الان که بیشتر فکر میکنم میبینم که من تریاکی بودم. من از صبح تا شب میشستم پای بساط، نزدیک به 40 لول میکشیدم، هر لولی انقدر. من عاشق مردای با تجربه، از یادم پخم بدم میاد. راستی عروسیمون باید خیلی مفصل و حسابی باشه، توی باغ بزرگ، تو لواسون، فیلم بردار حرفه‌ای، 4 نوع غذا با ارکستر زنده. الان که خیلی بیشتر فکر میکنم میبینم که من اکس بازم، من کرک میزنم، من شیشه میزنم، من کوک میزنم، من حتی میتونم این لیوانم بکشم. اگه شما نبودی همین میزم میکشیدم. من آدم ناجوریم، قاطیم، اعصاب ندارم، توهمیم، دست بزن دارم. همین که صداقت داریم برای من کافیه، ولی بدونین خونه و ماشین و همه اموال باید به نام من باشه.
گارسون، گارسون ببخشید زنگ بزنید 110. من یک قاچاقچی بین المللی ام. دو کشور پاکستان و افغانستان رو مواد مخدرشون رو بنده تعمیم میکنم. قدیم میگفتن یارو معتاده، یعنی کمرش خم، پاشنه کفشش خابیده، لخ لخ را میره، اوضاع مالی داغون نابود. الان علم پیشرفت کرده، یارو گردنشو تبر نمیزنه، اوضاع مالی توپ، سر و شکل اوف، موقعیت اجتماعی آه، این قهرمانان المپیک میمونه. ولی از کنارش که رد میشی تا دو روز کلن نشهی به قیافه نی. خیلی خوش اومدید حقیقتاً. البته این رسم دکتر جان، یه دفعه بهتون بر نخوره. خواهش میکنم. اصولا خانواده عروس همیشه میره تحقیق میکنه درباره داماد آیندشون و ما این تحقیق رو کردیم. چیزی که برای خانواده من و یعنی در اصل همسرم و من جون دخترم خیلی خیلی مهمه، سلامت روح، جسم، روان و اخلاقه. کاملا درست. تمام اینها در وجود شما هست و از نظر من خانم فکر میکنم هیچ مشکلی در این ازدواج نیست و مورد تایید خانواده بنده هستید. البته من اینو بگم خدمتون، من اینقدام تعریفی نیستم، شرمنده میکنم. از نظر من و همسرم ما هیچ مشکلی با این ازدواج نداریم، فقط الان میمونه نظر دخترم منیجه جون. بابا دخترم راحت باش، نظرتو بگو. ببین نظرتو چه مثبت باشه چه منفی، ما انقدر شیفته سلامت و نجابت آقای دکتر شدیم که حتما دوستیمونو با ایشون ادامه میدیم. من بگم یه نکته رو که من فقط اینکه اینجا هستم و حضور دارم در کنار شما بزرگترین افتخار من. لطف شما دخترم، نظرتو بگو. راستش با اجازه شما و مامان نظر من مثبت. بله. مبارکه. خانم اگر اجازه بدید ما با داماد آیندمون دو کلمه مردونه حرف بزنیم. بله حتما. دخترم خب حالا که خانم رفتن میخوام بدونم ماهیانه خالص چقدر حقوق میگیرید. عرض میکنم خدمتتون، فقط بنده اجازه دارم یه نخ سیگار بکشم؟ مگه شما سیگار میکشید؟ اینکه سیگاری باشم به طور دائم نه، متنفرم از بوش، متنفرم. نه من گاهی وقتی که یکی دو بس چیز میکشم یه پشتش یه دونه سیگار میکشم که به اصطلاح بزنه بالا، میچسبه بهم. چیز میکشید؟ یکی دو بس دریا که میزنم پشتش سیگار میکشم دیگه که بچسبه. حالا شما شاید تجربه ندارید، میچسبه خیلی. یعنی شما تریاک میکشید؟ اینکه معتاد باشم؟ نه نه نه، متنفرم از اعتیاد، اعتیاد ندارم. معتاد نه که شیشه کریستال تبش گرمه به خاطر اون. شیشه گرمه؟ بله بله بله، شیشه طبیعتاً گرمه، یعنی عناصرش به این صورت عمل میکنه که گرمه و تریاک، نه شیره تریاک، سرده. وقتی که شیشه میکشم گرم میشه بدنم، داغ میکنم پشتش، سریع باید تریاکو بکشم که آروم شم و بالانس شم در واقع. متوجه شدید؟ یعنی شیشه میکشی؟ اینکه اعتیاد داشته باشم. مگه
خودم احمقم؟ یه احمق فقط به شیشه معتاد میشه وقتی که کوکائین هست. کوکائین خیلی بهتره. یعنی کوکائین میکشین؟ نه نه همیشه؟ نه همیشه که آدم میفته از زندگیش که نه نه گاگایی یکی دو خط میریزم مثلا رو همین میز دماغی میرم. خب دماغی یکی دو خط میرم و دیگه دماغی میرین؟ آره نه پشت سر هم نه مثلا الان میکشم میره 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 دیگه زوده زودش یه ساعت دیگه پشت سر هم نه مضر. هر ساعتی کوکائین میکشین؟ آره آره ولی نگران نباشین به تنهایی نه چون به تنهایی که بکشی سیری میاره دیگه نمیتونی غذا بخوری صورت هم میفته داغون میشم. هروئین لابلاش میدونم دارم چیکار میکنم. هروئین لابلاش تزریق میکنم چون هروئین کره خوری داره. آشنایین با این اصطلاح؟ کره خوری یعنی گشنت میشه. اینا رو باید بالانس میکنم با هم. یعنی گشنه سیری کنارش گشنگی تشم این مقدار کراک کراک مقداری میزنم که یوبوست نشم. کراک میکشی؟ یوبوست بگیرم چیکار کنم؟ بعد میایم در مورد حقوقم صحبت میکنم. برم یه روز یکی از مسئولین محترم گفت من میخوام اعتیاد رو ریشه کن کنم. گفتند که شما باید ریشه های اعتیاد رو بخوش کنی. گفت یعنی چیکار کنم؟ گفتن یعنی مشکل مسکن رو حل کن، مشکل بیکاری رو حل کن، مشکل تورم رو حل کن، مشکل ازدواج جوانان رو حل کن، مشکل تفریحات و سرگرمی مردم رو حل کن. مسئول محترم یه فکری کرد گفت خب حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم. خودت چطوری؟ چه خبر؟ سلام شب شما بخیر. همونطور که مستحضر هستید امروز روز ملی مبارزه با اعتیاد است. بلای خانمانسوزی که دامنگیر بسیاری از آحاد جامعه به خصوص نسل جوان شده. به همین علت در خدمت جناب آقای دکتر احمد زاغنی مدیریت محترم دایره پیشگیری از مبارزه با اعتیاد و درمان آسیب‌های اجتماعی سراسر کل کشور هستیم. جناب دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید برای ریشه‌کن کردن این بلای خانمانسوز به صورت اصولی چه اقدامی باید کرد؟ اصل بر اینه که انسان ورزش کنه و لب به مواد مخدر نزنه. نه این اصل رو که به هر حال همه ما قبول داریم و بهش اعتقاد داریم، اما به هر حال به دلایل متعددی در جامعه بعضی از افراد به سمت مصرف این مواد گرایش پیدا میکنن و همونطور که میدونید متعاقب اون هم آسیب‌های اجتماعی زیادی مثل طلاق، مثل بزهکاری، حتی قتل ممکنه اتفاق بیفته. به نظر شما قدم اول برای مبارزه با این مواد چی است و از کجا باید شروع کرد؟ به نظر من هر کار خوبی رو از هر جا شروع کنید خوبه. شما از کجا شروع کردید؟ از ابتدا. آقای دکتر زاغنی، دایره محترم شما برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره اثرات مضر مصرف مواد مخدر و پیامدهای اجتماعی ناگوار ناشی از اون در بین آحاد جامعه به خصوص جوانان چه اقداماتی رو انجام داده؟ جزواتی رو چاپ کردیم، میتونن تهیه کنن و بخونن. بله. بسیاری از صاحب نظران معتقدند اولین قدم در راه مبارزه با اعتیاد از بین بردن زمینه‌های پیدایش اون هست. مشکلاتی مثل فقر، بیکاری، بیسوادی، نبودن برنامه‌های اصولی برای پر کردن اوقات فراغت و از این قبیل. من می‌خواستم بدونم نظر شخصی شما در این مورد چی هست؟ منم با صاحب نظرانی که شما نام بردید کاملا هم نظر هستم. بله، من مطمئن می‌خواستم که شما نظر شخصی خودتون رو اگر ممکنه به صورت شفاف بیان بفرمایید. بله، ما سایت رو راه اندازی کردیم و مطالب بروشور رو در اونجا هم منعکس کردیم. سایت ما هست www.asib.com. دوستان میتونن مراجعه کنن و مطالعه کنن. آقای دکتر در پایان اگر حرف ناگفته‌ای باقی مونده خواهش میکنم بفرمید. در یک جمله میخوام عرض کنم که ورزش کنید، پسته بخورید و هرگز به مواد مخدر لب نزنید. بله، سپاسگزارم. بینندگان عزیز تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر شب بخیر، خدا نگهدار. بینندگان عزیز با یکی دیگر از برنامه های جوانان در خدمتتون هستیم در مورد موزل اعتیاد. در خدمت خانم سحر ولدی هستیم که 3 دوره برنده المپیاد فیزیک بودن. سلام. سلام.
شما معتاد هستین؟ ترک کردم، معتاد بودم. چی شد که معتاد شدین؟ برای شرکت در مسابقات احتیاج به حضور ذهن داشتم، یکی از دوستام چند تا قرص ویتالین داد گفت اینا رو بخوری آماده بشی. قرصا رو خوردم آماده شدم. رفتی برگشتی دیدی بدبخت شدی؟ آره همون اولش بدبخت نشدم، درگیر بیخوابی شدم. دوستم چند تا قرص دستساز داد به من، بعد اون قرصاتا رو که خوردم خوابیدم. و فهمیدی دوستت چقدر نامرد و میخواسته تو رو معتاد بکنه؟ آره بله. میدونی به جای اینکه الان باعث افتخار مملکت باشی، باعث ننگ مملکتی و یه انگل محسوب میشی؟ بله. تو این مدت حالا خودتو تو آینه نگاه کردی؟ دیدی چقدر کریه شدی؟ نه. بو میدی؟ نه. میدونی چند درصد مغزت الان از بین رفته؟ نه. و دیگه به لحاظ علمی مثل سابق نمیشه؟ میدونی سعیت هیچ فایده ای نداره و تو تا آخری معتاد میمونی؟ نه من معتاد نیستم، من معتاد نیستم. میدونی امثال تو چه اتفاقی براشون میافته؟ نه توی جوب میافتن و از بین میرن، از گرسنگی میمیرن. میخوای به بینندگان عزیز ما بگی که کلن برنامت برای آینده چیه و چه خاکی میخوای تو سرت بکنی؟ علی حاجی تهران بارکی چیت کرد.